به شبکه پرشین مینی تیوی خیلی خوش اومدید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. امروز با یه موضوع باحال در خدمتون هستیم، عجیب و باور نکردنی ولی واقعی. یه راست میریم سر اصل مطلب به جای اینکه این همه حرف بزنیم. ماشین نحس. در سپتامبر سال 1955 جیمز دین، هنرپیشه جوان هالیوودی، بر اثر تصادف با ماشین پرشش دار فانی را فدا گفت. این هنرپیشه معروف کارش تموم شد، اما اتومبیلش همچنان ماجراهای مرگاورش رو ادامه میده. خودرو رو که به دره سقوط کرده بود به سختی بیرون آوردند و به تعمیرگاه منتقل کردند، اما در اونجا ماشین از روی جک لیز خورد و بر روی دو پایه مکانیک افتاد تا اونا هم پاهاشون قلم شد. این ماشین توسط یه دکتر خریداری شد که از اون برای شرکت در مسابقات اتومبیل رانی استفاده میکرد. در یکی از مسابقات خودرو تصادف کرد و صاحب جدیدش نیز کشته شد. ماشین رو تعمیر کرده و دوباره از اون در مسابقات اتومبیل رانی استفاده کردن، اما راننده بعدی هم در یک تصادف متاسفانه دار فانی را ودا گفت. این بار وقتی خودرو رو به گاراژ منتقل کردن، فردای آن روز مشاهده کردن که گاراژ به طور کامل در آتش سوخته. سرانجام در اکتبر سال 1959 برای اینکه جلوی فاجعه رو بگیرن، اون رو به 11 قسمت تقسیم کردن، فلزش هم آب کردن، زدن دهن ماشین رو سرویس کردن تا دیگه اتفاقی براشون نیفته. سقوط بچه. در سال 1932 به دلیل کم توجهی مادر یک بچه به نام کارلوس از پنجره به داخل کوچه سقوط کرد. جالب و شگفت انگیز اینه که تو همون لحظه آقای جوزف فیکلاک از اونجا عبور میکرد و کودک بر روی اون سرنگون شد. بر اثر سقوط دست مرد عابر شکست، اما بچه سالم بود. اما مادر بچه عبرت نگرفت. یک سال بعد دوباره از همان پنجره کارلوس سقوط کرد و حادثه غیر قابل باور در اینجا اتفاق افتاد و دوباره بر سر یک مرد عابر افتاد. اما برخلاف دفعه قبل هم کودک و هم مرد سالم موندند و به زندگی خودشون ادامه دادند. دوقلوهایی با سرنوشت مشابه. سرنوشت اکثر دوقلوها بسیار شگفت‌انگیزه، اما سرنوشت دوقلوهای اهل اوهایو دارای بیشترین شگفتیه. دو برادر دوقلو بعد از تولد از هم جدا شده بودن و به خانواده‌هاشون جدا سپرده شده بودن. هر دو خانواده نیز نام جیمز رو بر اونها گذاشته بودن و از اونجا سرنوشت شگفت‌انگیز اونها شکل می‌گیره. هر دو جیمز به یادگیری علم حقوق علاقه داشتن. هر دو دنبال نجاری و مکانیکی بودند. هر دو با زنی به نام لیندا ازدواج کردند. نام زن هر دو هم بنی بود. هر دو مرد نیز زنانشون رو طلاق داده بودند تا اینکه دو بچه بعد از 40 سال همدیگر رو یافتند و به عنوان شریک تجاری با هم مشغول کار شدند و خیلی چیزای دیگرشون شبیه هم بود که بعداً حالا بهتون میگم. دروغ گفتم. نمیگی. تکرار داستان در واقعیت. در ابتدای قرن 19 داستان نویسی که بیشتر داستانهای ترسناک می نوشت به نام ادگار آلن پو داستانی به این مضمون نوشت که یک کشتی در دریا غرق میشه. فقط 4 نفر از میان مسافران زنده میمونن. به سبب طی شدن روزهای متوالی 3 نفر دیگه تصمیم می گیرن فرد جوانتر که نامش ریچارد پارکر بود رو بکشند و بخورن. در عالم واقع و در سال 1884 کشتی باری به نام فوندرد در دریا غرق میشه و تنها 4 نفر از مسافران زنده میمونن. 3 نفر از مسافران اقدام به قتل عضو جوانتر گروه میکنن و اسم اون جوانتر ریچارد پارکر بوده. عجیبه.
تصادف در جاده. در سال 2002 دو برادر دوقلو به فاصله تنها یک ساعت طی تصادف در جاده به نحوی مشابه کشته شدند. اونا در فاصله 5.1 کیلومتری از هم در جاده شمالی فنلاند در حال دوچرخه سواری بودند. هر دو به فاصله یک ساعت در اثر تصادف با کامیون مردند. اگرچه این جاده که در 600 کیلومتری هلسینکی قرار داره بسیار شلوغه، اما تصادف دوقلوها به شکلی مشابه واقع شده و خیلی برای همه شگفت‌انگیز بوده. نجات توسط ناشناس. جوزف آگنر یه نقاش مشهور اتریشیه که در قرن 19 هم زندگی میکرده چندین بار اقدام به خودکشی میکنه. ابتدا در سن 18 سالگی با طناب از یک درخت خودشو حلق‌آویز کرد، اما توسط یه راهب ناشناس نجات پیدا کرد. دوباره در سن 22 سالگی اقدام به خودکشی کرد، اما دوباره توسط همان راهب نجات داده شد. 8 سال بعد به منظور مجازات توسط دادگاه محکوم به دار شد و این بار هم همان راهب ناشناس او را آزاد کرد و بالاخره در سن 68 سالگی آیگنر موفق شد با شلیک اسلحه به زندگیش خاتمه بده و این بار واقعا مرد، ولی مراسم تدفین او نیز توسط همان راهب ناشناس برگزار شد. آیگنر مرد و هیچ وقت نجات دهنده و تدفینگرش را نشناخت. عجیبه. خیلی ممنون که تا انتهای این فیلم با ما همراه بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره. سپاسگزاریم. Thank you.